بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان نهایت عزیز امروز همچنان درس های ما را از برنامه اکسل شروع میکنیم ستارت مینو را باز نموده بالای برنامه اکسل 2016 کلیک میکنیم بعدن بلانک ورکبوک را انتخاب میکنیم به این شکل صفحه کاری اکسل ما به این شکل ظاهر میشه اول میخوایم از تب انجرت قبلا لاین و سپارک لاینز را خونده بودیم سلایسر و تایم لاین همچنان در پیوای تیبل را خونده بودیم در پیوای تیبل استفاده میشه همچنان اینا باز درس امروزی ما هایپرلینک است هایپرلینک یعنی ارتباط دادن صفحه بعدی به صفحه دیگر یا شیت بعدی به شیت دیگر و صفحات اینترنتی و وبسایت های اینترنتی و معلومات دیگر و به فایل های دیگر انشاءالله ایره میخوانیم خب بسم الله میکنیم اول یک جدول جور میکنیم مثلا به نیم باشه خب بعدا جاب باشه سالری اوور تایم اینجا توتال احمد سالی احمد سالی ولی صابر کریم به این شکل جابشون همچنان تیچر باشه سالری مثلا 5000 5200 خب اوورتایم 200 220 توتالش دیجا مجموع میکنیم مسائل و سم قوس شروع به این شکل قوس بند با این کش میکنیم به شکل یک جدول به شکل جور کردیم خب از اینجا یک جدول همچنان تنظیم کردیم به شکل ببینید اولی معلومات خود را همچنان سنتر میکنیم این در خود را ببینیم به شکل به انزرت میاییم بالای هایپرلینکس کلیک میکنیم ببینیم اینجا دارم existing file or web page plus in this document create new document email address اینا چی کار میکنند ببینید existing file or web page فایلی که در کامپیوتر ما موجود باشه با او و صفحات اینترنتی را لینک داده میتونیم مثلا فایلی که در کمپیوتر ما موجود است مثلا پرکسس سکون هر جا که حتی هر آدرس کمپیوتر ما باشه اون امور ما به این صفحه ارتباط داده میتونم مثلا این صفحه ما مثلا بالای اینمی تیچر اینمی بالای اینمی تیچر کلیک کردم میخوایم اینمی بالای تیچر هایپرلینک بدون هایپرلینک مثلا انتخاب میکنم پرکتیس یا از اینجا دسکتاپ را انتخاب میکنم به کدام آدرس است باز در اینجا میام پیوای تیبل مثلا پیوای تیبل یک فایل دارم هر فایل ورد باشه ویدیو باشه مشکل نیست مثلا فایل اکسل را انتخاب کنم من هم پیوای تیبل یک فایل دارم میخواییم دمی اینمی نام اینمی تیچر هایپرلینک یا ارتباط بتونه اینمی میره بالا ازی کلیک میکنیم در اینجا میتونید هر چی نوشته کنید تیچر هر چی نوشته میکنید مشکل نیست خب اینجا آدرس اونمو فایل است در کجا بوده درایو سی یوزر دل دسکتاپ به فایل تیبل بوده خب اوکی میکنیم ببین رنگ تیچر به رنگ لینک تبدیل شد حال بالا ازی کلیک میکنم بعدا یس میکنم ببینیم به این شکل اونمو به فایل تیبل ما به این شکل باز شد خب بعدا
دوباره با هایپر لینک میاییم. اینجا میخواییم که یک سایت اینترنتی را مثلا سایت گوگل را با احمد ارتباط بدیم به این شکل هایپر لینک. خب در اینجا مثلا www.google.com وقتی که ما بالای احمد کلیک کنم اینمی سایت گوگل باید باز شود. و کی میکنم ببین شکل لینک رو به خود گرفت، نام احمد. اینجا اینترنت همچنان وای فای من وصل است. ببین بالای احمد کلیک میکنم ببین گوگل باز شد. هر معلومات خواسته باشین به گوگل نوشته کده جستجو کرده میتوانیم. خب ببینیم به این شکل به هر سایت اینترنتی همچنان ما ارتباط داده میتونیم هر کلمات را. خب بعدا دوباره میاییم براوز پیجز است. براوز پیجز، خب براوز پیجز یعنی تا حال که بالای هر فایل ما کار کرده باشیم آدرس اونمو فایل ها دیگه ثبت میشه. ببینید این میشه Sparklines MP4، یک ویدیو به نام Sparklines رکورد شده، اونمو در کجا؟ در دسکتاپ ما بوده. میدونم از طریق یه آدرس همچنان لینک بدم، مثلا میخوایم در اینجا کلیک کنم. خب هایپر لینک براوز پیجز را انتخاب میکنم. در اینجا میتونم که نام از زیره تبدیل کنم، مثلا Spark Lines. اسکرین تیپ میخوایم اسکرین تیپ هم به اضافه کنم، مثلا نیو ریکارد به این شکل. اوکی بالای زیر کلیک میکنم. اوکی ببینید نام از زیره Spark Line مونده بودم. بالا از این کلیک میکنم، ماوس هم میبرم، میبینم نیو ریکارد، اونم اسکرین تیپ در پایین نمایان میشه با ما. بالا از این کلیک میکنم ببینین یس اوکی، ببینم اونمو چیز ما فعال شد، اونم ویدیو شروع شد. به این شکل به ویدیو و هر چیز ما میخواییم که لینک بدیم از این طریق میتونیم. خب ای آدرس هایی که کار کردیم اونم آدرس ها همیشه دیجا جمع میشه، هر فایل که از کدام آدرس استفاده کرده باشیم از اینجا همچنان میتونین لینک بدین. ریسنت فایل، ریسنت فایل جدید هست که یعنی اخیرا که فایل ها رو ما کار کردیم اونم فایل های اخیر به اینجا نمایش میده لینک خود رو. مثلا پیوایت تیبل اخیرا کار کرده بودیم در بالا هست، مثلا بالا ازی کلیک میکنم لینک شما می باشن در اینجا نام شد تغییر نمیدون. اوکی میکنم در کجا بیاید در این صفحه بیاید اوکی ببینید لینکش به این قسم کلیک میکنم در اینجا اوکی میکنیم ببینید اونم پیوایت تیبل ما باز شد. خب براوز پیجز و ریسنت فایلز چه فرق داره؟ براوز پیجز اونمو فایل هایی که تا حال در کامپیوتر کار کردیم، در هایپر لینک و در بخش اکسل کار کردیم اونمونو بابا دیجا نمایان میشه. ریسنت فایلز اخیران یعنی یک هفته در روز قبل کار کرده باشیم. خب دوباره میاییم پلاس این دیس داکیمنت. پلاس این دیس داکیمنت چه معنا داره؟ ببینید دیجا یک شیت داریم، شیت یک، دیجا یک شیت دیگه میگرم، دیجا میگم که اینمی جدول رو کپی میکنم، کپی دیجا همچنان پیست میکنم. ببینید ایتو یک جدول داریم، هایپر لینکش رو ریموف کردم. خب ما میگم که داش اینمی در این ورکبوک در شیت یک کار کردشتیم. فعلا وقتی که ما در شیت یک کار کردشته باشیم مستقیما یک لینک کلیک کنم به شیت دو منو بیارم به ایجا. باز میم اینم بالا اینو به 200
click on hyperlink plus in this document. Bazen birbirinin enemi ise references enemi worksheet mi uçan sefer dostuz sheet yak sheet do mesela da sheet yak filan karar dolayım ama ben sheet do mara bu var o kim ekonom birbirinin dosat link rangi link roba khod gireft birbirinin sheet filan da sheet yak karar dolayım olay zime kelek mi ekonom birbirinin sheet do mara over. Yani bayne sheet ha ma mitonim az i tariq link ya irtibat bitim sheet ha ra. Khob badan dobara miyayim ba hyperlink. Inje darim create new. Create new be in mano ki ma az i jam mitonim yak excel ra dobara baz kunam. Khob az i tariq az tariq hyperlink ma mitonim deja yak workbook جدید باز کنم و به این hyperlink بدم. مثلا اینمی برام سالی انتخاب کردم اینمی سیل رو ولازی کلیک میکنم hyperlink ببینید به ایجا create new نام اینمی سالی یعنی به سالی لینک میتیم. خب name of new document به document جدید خود نام اضافه کن. مثلا بنام وظف بنام وظف یک داکمنت جور میکنیم. خب دیجا میگه اینمی داکمنت ما در کجا باید قرار بگیره یعنی در کجا سیف شوه سفت شوه. ببین در درایوزی یوزر دل داکمنت در داکمنت بیاید یا از اینجا چینج هم کده میتونید یا در دسکتاپ هر جا که خواسته باشین آدرس اینمی فایل که سیف میشه تغییر داده میتونید. ایدیت در نیو داکمنت لیتر خب این را ثبت کرده بانیم که بعدا بالا از این کار میکنیم یا edit the new document now. حالا بالا این داکیمنت میگه کار میکنیم. ببینیم ما میگیم حالا کار میکنیم اوکی میکنیم. ببینیم یک داکیمنت ما دیجا ببینیم بنام بوزف جور شد بعد داکیمنت ثبت شد و حال دوباره باز شد که بالا از این ما کار کرده میتونیم ببینید این شکل. خب با نام سالی همچنان یک داکیمنت جور کردیم با نام سالی همچنان چی کردیم ارتباط دادیم را ببینید به این شکل. حالا میریم با داکیمنت داکیمنت را میبینیم که داکیمنت با نام بوزف ببینید اینجا یک فایل جور شده این فایل ما ارتباط داره مستقیما و کدام نام و نام سالی ارتباط دارم. خب دوباره میاییم هایپرلینک ها را دلیت میکنم رایت کلیک ریموو هایپرلینک به این شکل. خب دوباره بالای هایپرلینک کلیک میکنم. من میخوایم یک شیپ جور کنم همچنان بالای شیپ من کلیک کنم با صفحه بعدی و صفحه دوم یا با آدرس یک کانسیل مرا ببره. مثلا اینجا انتخاب میکنیم شیت شیت یک رو انزرت شیپس بالای شیپ کلیک کنم ببینیم اینمی شیپ رو انتخاب کنم به شکل یک شیپ است. رایت کلیک ادیت تکست به یک نام میدیم مثلا اینجا نوشته میکنیم مثلا هایپر لینکس یا هایپر لینک. خب بالای شیپ کلیک میکنم و یا از اینجا رایت کلیک نموده بالای هایپرلینک همچنان کلیک کرده میتونیم ببینید به این شکل میتونیم یا از طریق هایپرلینک همچنان کلیک میکنیم بالای هایپرلینک existing files به این شیپ ما میخواییم چرا ارتباط بتون مثلا اینمی
از اینجا آدرس را انتخاب میکنم، مثلا در دسکتاپ باشه فایل ما، در دسکتاپ در کجا باشه، اینو می پیوت تیبل، اینو می پیوت تیبل انتخاب کردیم، اوکی میکنم. ببین اینو می شیپ آلی به شکل لینک، به شکل لینک قرار داره. ببین بالای از این کلیک میکنم یس، ببینین پیوت تیبل با ما دیجا نشان داد، یعنی باز کرد به این شکل. خب دیگه شاگردان عزیز، یا فرض مثال صفحه چینل آموزش یوتیوب وظف را به این لینک میتیم، ببینین چه قسم، مثلا با براوزر میاییم و دیجا سرچ میکنیم youtube.com. اولا وقت یوتیوب باز شد دیجا به نام سرچ می دیجا دایلوگ باکس نوشته میکنیم، مثلا وظف وظف انتخای وظف انتخای سرچ کلیک میکنیم. وقتی که بالای سرچ کلیک کردیم میبینین لوگوی وظف اندخوی آمد، نیجا همچنان ویدیو های آموزشی ما از هر بخش ببینیم به شکل. ویدیو های آموزشی ماست. حال می خواهیم اینمی چینل یوتیوب را به اکسل لینک بدیم. ببینین لینک از این آدرس از اینمی قسمت است. ببینین به اینمی قسمت کلیک میکنیم، ببینین انتخاب شد. حال بالا از این کلیک میکنیم، رایت کلیک، کاپی میکنیم. لینک از این چینل یوتیوب را کاپی کردیم، بعد این را مینیمایز میکنیم. حال میایم بالای اکسل کلیک میکنیم، در اینجا یک شیپ مثلا میگریم، شیپس. خب اینمی شیپ را گرفتم در اینجا. خب از اینجا یک ستایل میتیم به شیپ خود. حالا از این کلیک رایت کلیک ایدیت تکست میکنیم، ببینیم بعدا مثلا وظف وظف education نوشته میکنم، نام اینمی شیب است. خب ایره با هوم آمده سنتر میکنم، اد میشه کمی بزرگ میسازم به این شکل. حال بالای شیب کلیک میکنم، بعدن به انزرت هایپرلینک. وقتی که به هایپرلینک آمدیم دیجا به بخش آدرس من رایت کلیک میکنم، ببینیم پیست میکنم، اونمو لینکی که از چینل یوتیوب کپی کرده بودم اونمو لینک را دیجا پیست میکنم، ببینیم به این شکل زفند خود، اوکی میکنیم. ببینیم حال این یوتیوب را من کلوز میکنم، ببینیم باز برای اینمی کلیک میکنم، ببینیم حالا شیپ کلیک کردم، کمی بعد چینل یوتیوب ما باز میشه. بخیر، ببینیم به شکل یوتیوب اومد. ببین وظف اندخوی اونمو لینک چینل یوتیوب ها همچنان باز شد. این ویدیو های آموزشی ماست. اینجا صد مجیب لعیب
یک رکورد پخش کردم ببینیم. ببینیم ویدیوهای مربوط به وزفند خوی دیجا نمایان میشه. از اینجا میتونین کیفیت از این را انتخاب کنین. کوالیتی 360 گرفتم. به این شکل کیفیت ویدیو را همچنان انتخاب کرده میتونین. شاگردای عزیز، این بود بخش آیپد لینک درس امروزی ما. تا درس های بعدی انشاءالله خداوند یارو نگهدار دارم بود. خداحافظ، زنده و سلامت باشید.